بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به بیننده های تلویزیون آشیانه. حمید شیرزاد هستم، متخصص محیط زیست. دوست عزیز، هموطنان نهایت عزیز، در چند روز اخیر متاسفانه در بیشتر از 18 یا 21 ولایت ما مردم تلفات جانی، مالی و روحی از وقوع سیلاب های شدید و سیلاب های فصلی که متاسفانه در یک ماه اخیر رخ داده متحمل شد. سیلاب چی هست؟ عوامل چی هست؟ رهنمود ها برای مردم، اقدامات قبل از سیلاب، اقدامات بعد از سیلاب، مسئولیت ما چی هست؟ چی باید کنیم تا اینکه حداقل بتانیم در مقابل سیلاب تلفات کاهش بدیم. دوست عزیز، سیلاب افزایش سطح آب یا افزایش فراوانی آب هست که از حالت عادی که جریان داره افزایش پیدا میکنه و بر روی سطح زمین جاری میشه. سیلاب میتونه عوامل طبیعی داشته باشه و عوامل انسانی داشته باشه. عوامل طبیعی سیلاب بارش های سنگین و دوامدار هست که نتیجهش یا در نتیجه تغییر اقلیم هست، گرمایش زمین. موضوع بعدی یا عامل بعدی که برای سیلاب ها یک عامل طبیعی گفته میشه، ذوب یخچال ها و برف ها سریع هست. یعنی وقتی زمین گرم میشه، حرارت بیشتر میشه، اموی یخچال ها و برف هایی که باید مثلا در مدت 6 ماه ذوب شود، در حدود 1 ماه یا 2 ماه ذوب میشه. این باعث میشه که از حالت نرمال یا از حالت عادی سطح آب در هر منطقه که نسبتا درمانند یا شیبمانند یا از کوها هستند یا در مسیرهای سیلاب بودن آب جاری شود و یک مقدار از این وارد دریاها شود. ولی متاسفانه اگر مسیرها بسته باشند باعث تلفات و فاجعه های خواهد شد. موضوعاتی که انسان در او دخیل هست، عواملی که انسان او را ایجاد کرده، موانع برش، استفاده بیش از حد از منابع طبیعی هست. در مناطق که ما زندگی میکنیم یک مقدار زیاد نفوس تجمع کرد. وقتی نفوس بیشتر در یک جای تجمع میکنه، مجبورن از آب و منابع طبیعی بیشتر استفاده کنه. بنابراین آب سطحش پایین میره، زمین نسبتاً عایق رقم میشه، خشک میشه. دوباره وقت باران بر روی همچو زمینی که قابلیت نفوذش کم شده، یعنی حال کمتر آب جذب میکنه، سیلاب بیاید، آب یا هم بر روی سطح زمین بارش ها جاری شود، در زمین زیاد جذب نمیشه. اینا مجبور هم بر روی زمین باید جاری شود که اینا باعث آفت ها و مصیبت های برای مردم میشه. موضوع بعدی که انسان ها متاسفانه در کشور خود ما ایجاد کردیم، مسیرهای سیلاب ها را جوی ها و کانال های زیر پنج یا مثلا در اوج ما زمین ها را برای زراعت استفاده کردیم. گفتیم بعد از این مناطق خب دیگه سیل نمه، خشکسالی هست، اما مناطق خانه جور کردیم. متاسفانه در جوی که آب رفته باز هم میره، اون مناطق باید هر چیزو تر تخلیه شد، اون جای برای زراعت و جای برای خانه ساختن نیست. این یکی از موانع دیگر است که ما ایجاد کردیم. و خانه ها را خصوصا در شهر کابل هم بگیم، خانه های خودسرانه ساختیم، خانه هایی که اصلا مسیر جریان آب و یا زلزله ها و دیگر آفات طبیعی را معلومات نداریم و در اون مسیرها ما خانه ها را ایجاد کردیم. سیلاب معمولا مناطق پستنشین یا زیرنشین و مناطقی که در مسیر جویبارها، دریاچه ها و یا هم بندها، زیر بندها قرار دارند، اینا بیشتر مردمند. میتونه که سیلاب در این مناطق بیشتر شود و تلفات هم داشته باشه. خودداری کنین از این مناطق، کوشش کنین در مناطقی که نسبتا سطح آب شما از سطح آب بالاتر باشین بهتر است، نه اینکه سطح آب از ما بالاتر باشه. حداقل خانه ها باید، یعنی یکی از معیارهای جهانی همی هست که خانه ها حداقل باید 1 متر بالاتر از سطح سیلاب یا جریان سیلاب ساخته شد. ولی ما متاسفانه در اون جایی که سیلاب آمدنی هست، حال خوش کده در اون جا خانه جد. و موضوع بعدی هم راهکارها یا اقدامات است که ما باید در این مناطق فعلا، ولایتهایی که فعلا سیلاب ها یا آمده یا میایه، دوستای عزیز، اون مناطق که میفهمین آگاهی برتان از طریق مساجد یا از طریق رسانه ها یا از طریق تلویزیون ها مشنوید،
اما موضوعات جدی بگیرید، مناطق ترک کنید، تخلیه بسازید، به جاهای امن برید. و یکی اقدامات همی هست که قبل از ترک کردن لطفا لاین های برق و یا انرژی که مثلا باعث آتش سوزی میشه، تلفات دیگری برتان وارد میکنه، اونا را قطع بسازید تا دوباره آمدن و بعد از سیلاب. اقدامات بعد از سیلاب هم برای مردم عزیز ما میشه بگوییم که مثلا مستقیم وقتی سیلاب ایسته شد، شدتش کم شد، شما زمینه را پیدا کردین که به خانه هایتان پس برید، خانه باید مکمل آب که سیلاب هست پاکسازی شوه، آبش تخلیه شوه و بسیار به احتیاط، چون با آب سیلاب یک مقدار زیاد مواد مضر و مخربی که برای صحت ما نقص داره انتقال کرده و باعث امراض گوناگون در یک سال، 6 ماه و یا هم بعدن خواهد شد. این اقدامات برای مردم هست. برای دولت و برای تمام ارگان ها و خصوصا وزارت حوادث که این هستی، اینا باید هماهنگی بیشتر بین ریاست های خود داشته باشند، در بخش کمک ها وزارت های دیگر دخیل بسازند، مسئولیت بتن، وظیفه بتن برشان، تا ای که امکانات از اونا هم با اینا یکجا شون، رسیدگی به همه ولایت صورت بگیرد. مثلا ما ضرورات و برای تلفات، برای مردم که تلفات دیدن، یکی امکانات یا یکی همو کمک های اولیه هست که فردی باید رسان داشت. با امکاناتی که اینا دارن متاسفانه به یک جای میرسه، به یک جای نمیرسه، مردم شکایت داره. مثلا برای کسی کمک برسه که واقعا ضرر دیده، برای کسی باید رسیدگی شود که اونا تلفات جانی، مالی و از این قبیل یا روحی دیدن. موضوع بعدی وظیفه اینا ای هست که یک کم بیشتر سیاتر در تمام مناطق، در تمام ولایت ها، حتی خانه به خانه باید آگاهی ها رو برسن. کجاست آگاهی ها؟ در کدام مورد شما به کی آگاهی دادید؟ اگر در یک ولایت، در یک منطقه برای 100 نفر آگاهی میتین، ایخ بسته افغانستان در بر نمیگیره. یک ولایت شما رسیدگی تانستید؟ برای همه از اینا باید آگاهی داده شود، سطح مردم بلند برده شود، سیلاب ها را برش بگوییم، تلفات شد بگوییم، علت های شد بگوییم، تا این که مردم یک کم بفهمن و نسبتا ما تلفات کاهش داده باشیم. موضوع بعدی که وظیفه اینا هستن جذب و کدر، جذب کدرهای مسلکی هست. یعنی در هر بخش ما باید همو انجینر متخصص خود رشته را داشته باشیم، تا او بهتر میفهمه چطور با مردم برخورد کنه، چطور مردم رو بفهمه، کدام اقدامات بگیره تلفات کمتر باشه. خب در هر موضوع نمیشه ما فرضاً یه نفر دکتر رو بریم بگیم تو بیای حوادث بر ما جلوگیری کن، نخیر. یا مثلا یک دانه حقوقدار رو بگیم تو بیای. شخص مسلکی مسئولیت شماست، وظیفه شماست که باید در اداراتتان جذب کنید و در 34 ولایت در هر ریاستتان حداقل پرسنل و امکاناتی که ضرورت هست و شما باید داشته باشید. از این که سیلاب بیاید ما 1 میلیون یا 10 میلیون دلار نقص کنیم، بعد از سیلاب هیچ فایده ای نداره. برای شهدا شما هیچ کاری نمیتونید، برای خانه هایشان که از بین رفته هیچ کاری نمیتونید. خب این اقدامات قبل از اینکه سیلاب بیاید بگیره، همون 1 میلیون دلار بعد از سیلاب توزیع نکنید. برای سال آینده همون 1 میلیون دلار در مو مناطقی که متضرر هستن و میفهمید که با سیلاب می در اونجا مصرف کنید. مسیرهای سیلاب باز بسازید، کانال ها، جوی ها و در جاهایی که احساس میکنید بند ها، خصوصا خصوصا بند هایی که میاری نیست، اونا میگن میاری است، کسایی که ساختن اونا میگن میاری است. شما یک بار تغییرات اقلیمی رو ببینید که همون ظرفیت، یعنی اما بند می ظرفیت داره که مقدار زیاد آب ذخیره کنه. یعنی بندها باید و چهار اطراف از این حداقل مناطقی که زیر زندگی میکنه دیوارهای استنادی برشان گرفته شود، تالابها یا ذخیرگاه ها، مخازن، مخزن های آب به وجود بیاد در مسیر سیلاب. حالا ما نمیتونیم مستقیم سیلاب پیش روی دیوار استفاده کنیم، اما اگر مخزن های در اطرافش ایجاد کنیم شدت سیلاب کم میسازد، یک مقدار از اون میشه که دوباره برای مردم در بخش زراعتش، در بخش دوباره احیای آب که ما از زیر زمین استفاده کردیم خوب است که استفاده شد. بنابراین با طلاب ها یا هم مخزن ها و ذخیره‌گاه ها بسیار کمک میکنه در بخش از اینکه ما شدت سیلاب کمتر بسازیم. موضوع دوم هم جذب کمک ها هست. با امکانات فعلی که دولت داره اینا به هیچ جای رسیدگی نمیتونن، حتی نیم مردم هم شاید اینا امکانات ندارن. کوشش کنیم تجارای ما، مردم ما که امکانات داریم لطفا دسترسی بیشتر داشته باشیم به مردم، بیشتر دسترسی کنیم و کمک هایتان برسانیم. این جاهای خارجی
مؤسسات خارجی که یا هم سفارت هایی که فعلا موجود هست، افغانایی که در اونجا مسئول هستین و با اینا در ارتباط هستین، اینا رو جذب بسازید برای کمک هایی که برای فعلا ضرورت هست و امکانات فعلی نمیشن، مقدار بیشتر باید جذب شود، برای مردم کمک ها رسیده شود، سرپناه ها دوباره ساخته شود و موضوعاتی که ما بتانیم حداقل حداقل برای سالهای بعد یک مقدار بی تلفات کاش. شکر.